شجریان نه تنها در زمینه موسیقی فعال بود و علاقه من بود، بلکه به مسائل سیاسی ایران نه فقط در موسیقیش، بلکه در سلوکش، در فکرش، در وقتی که میگذاشت علاقه من بود. این رو باید به عرض ملت ایران برسونم که ایشون سالها پیش متن رو در اختیار من گذاشت و گفت زمانی که مناسبه چاپش کن و من این رو در اولین فرصت چاپش خواهم کرد، متن قانون اساسی برای گذار به یک ایران دموکراتیکه که او سالها با مشورت حقوق دانان و سیاستمداران در تدارکش بود، برای اینکه میدونست ایران محتاج یک گذار هست. انسانی به غایت متواضع بود، انسانی به غایت قدر هنر خودش رو بشناسه بود و باج نمیداد به هیچ کس، نه به بازار، نه به آخوند، نه به کاباره، و نه تنها هنر ایران رو، موسیقی ایران رو، نه تنها شعر ایران رو برکشید، بلکه ایرانیت رو برکشید، برای اینکه یک الگوی برجسته ای از انسان بودن و انسان بودن در مقابل جزمیات دینی و جبر جابر برای ما ایجاد کرد و جایگاهش در کنار فردوسی جایگاه شایسته است به عنوان کسی که زبان فارسی رو، شعر فارسی رو، خرد ایرانی رو در مقابل جزمیات تحمیلی خارجی حفظ کرد و برکشید. آقای میلانی، گفتین که برای شما یادداشتی گذاشتن و خواستند که در موقع مناسب منتشرش بکنین از قانون اساسی. شما آیا نگاهش کردین؟ میشه یک چند مورد از مواردی که بهش اشاره کردن رو، شاید مهمترین هاش رو بگین برامون؟ نه تنها نگاهش کردم، با اشتیاق فراوان خوندمش و چندین بار هم در موردش با ایشون صحبت کردم. کاملا تلاشی است برای تدوین یک قانون برای دوران گذار، برای دوران گذار از جباریت فعلی به یک جامعه دموکراتیک عرفی آینده. بارها و بارها همونطوری که قبلا گفتم با کسانی که حقوقدان بودن، با کسانی که سیاست شناس بودن، با کسانی که فعال سیاسی بودن مشورت کرده و به اون متن نهایی رسیده. آقای میلانی، اگر نگاهی بکنیم کوتاه لطفا به میراث اجتماعی محمد رضا شجریان، چجوری میشه تحلیلش کرد؟ ببینید، در دورانی که قبل از انقلاب، در دورانی که کسی مثل او میتونست با خوندن در یک عروسی، در یک کاباره میلیون ها پول جمع بکنه، این کار رو نکرد. به حفظ موسیقی ایران پرداخت، به تربیت زنان و مردانی پرداخت که میراث او رو ادامه دادن، یک مفهوم جدیدی از موسیقی ایجاد کرد، سازهای جدیدی ایجاد کرد برای اینکه توان موسیقی ایران رو گسترش بده. و در تمام سالها تا اونجایی که من میشناسم، در اون بیست و چند سالی که من بخت دوستیشو داشتم، در مقابل جزمندیشی، در مقابل استبداد مقابله کرد و حاضر شد بهاش رو بپردازه. بهاش رو ملت ایران هم پرداختن. چندین سال از دیدن کنسرت های اون محروم شدن، نسلی در ایران از جوان ها از دیدن کنسرت شجریان محروم شدن و شرم بر این رژیم که چنین محرومیت ایجاد کرد، ولی نامش میمونه، صداش میمونه، تصویرش میمونه و کارش میمونه در کنار فردوسی به عنوان کسی که از میراث ایران و ایرانیت حفاظت کرد، جاودانه میشه